اول باید شروع کنیم به خودشناسی خودمون، اینکه ما کی هستیم، چه خصوصیات مثبت و منفی داریم، کجای کاریم اصلا. وقتی به این مرحله رسیدیم که بهترین رفیق خودمون هستیم، اتفاقی که میفته خیلی قشنگه. ما وقتی وارد روابط میشیم دیگه از روی نیاز وارد رابطه نمیشیم، و چون از روی نیاز وارد رابطه نمیشیم، یک فرد نیازمند فقیر نیستیم توی یک رابطه، و از اون رابطه ثروت برداشت میکنیم. منظورم ثروت معنویه، منظورم عشقه که توی رابطه برداشت میشه. معمولاً آدمایی که توی رابطه ثروت معنوی یا عشق رو برداشت نمیکنن، آدمایی هستن که با کمبود و نیاز وارد رابطه شدن، و در نتیجه کمبود و نیاز بیشتر رو وارد رابطه میکنه. بنابراین خیلی مهمه که تو از چه موضعی وارد رابطه میشی. یا مثلا شاید اینجوری بگم ساده تر باشه، کلاس چندمی خودت؟ مثلا کلاس اول دبستانی، خب یه رابطه کلاس اولی وارد زندگی تو میشه. آیا حالا رفتی تحصیلات دانشگاهی کسب کردی، یک خودآگاهی قشنگی گرفتی، یه ذات نفس زیبایی داری، تو شناخت داری؟ وقتی توی این مرحله از آگاهی هستی، خب تو دیگه نیازمند نیستی، تو بهترین رفیق خودت هستی. برای اینکه یه بهترین رفیق پیدا کنی که بهش تکیه کنی، نمیری وارد رابطه بشی. تو برای اینکه عشق بدی و عشق دریافت کنی وارد رابطه میشی.